همراهان ارجمند شبکه خبری فارسی صدای آمریکا، درود بر شما. همراه با بهترین شادباش‌های نوروزی، میزگرد امشب اختصاص داره به 13 به در که فرداست، فصل بهار است. خیز تا به تماشا رویم. البته این برنامه رو ببینید، فردا به تماشا برید. در برنامه امشب میهمانان محترمی خواهیم داشت: آقای محمدعلی دادخواه، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، که کتابی هم در مورد نوروز و فلسفه هفت سین نوشتن، و همچنین سرکار خانم شکوه میرزادگی، مؤسس کمیته بین‌المللی نجات پاسارگاد و از سردبیران نشریه پویشگران، که خدمات ایشون هم معرف حضور شما هست. با ما همراه باشید. فردا 13 به در است. خورشید عشق ما تو آسمون میتابه، دیر سفید آقابتش چشمه آبه، قصد قشنگ قصمو تو سبز زاره، اونجا که هر عاشقی مهمونه بهاره. خب ترانه زیبایی بود از گروه آریان، فصل قشنگ قصمون تو سبززاره، اونجا که هر عاشقی مهمون بهاره. خب اجازه بدید میهمانان برنامه رو به اختصار معرفی بکنم خدمت شما. سرکار خانم شکوه میرزادگی همراه ما هستند در برنامه امشب، مؤسس کمیته بین‌المللی نجات پاسارگاد، از سردبیران نشریه پویشگران، نویسنده داستان‌های بیقراری پایدار و آغاز دوم، و در ایران آقای محمدعلی دادخواه، وکیل دادگستری با ما هستند، عضو کانون مدافعان حقوق بشر، که کتابی رو تحت عنوان نوروز و فلسفه هفت سین نوشتند. آقای دادخواه، خوش آمدید به میزه گرد امشب، همراه با شادباش‌های نوروزی. خدمت خانم میرزادگی که واقعا در جهت دفاع از میراث کهن این سرزمین مجدانه اقدام کردن، عرض سلام دارم. همچنین خدمت همه ایرانیان، ایران دوستان و کسانی که دل در گرو این فرهنگ گرانقدر و ارزشمند دارند، عرض سلام میکنم. وقت آن است که مردم ره صحرا گیرند، خواست سکنون که بهار آمد و فروردین است. من نمیدونم تقسیم اوقات چگونه است. من الان خدمت شما عرض خواهم کرد که چگونه تقسیم خواهیم کرد. اجازه بدید به اتفاق شما به همون یکی از دل در گروه فرهنگان خانم میرزادگی عرض ادب و احترام بکنیم، همراه با شادباش‌های نوروزی، و بعد بحث رو پی میگیریم. خوش آمدید خانم میرزادگی به میزه گرد امشب. سلام آقای مستقیم، و سلام و احترام فراوان خدمت آقای دکتر دادخواه. آقای دادخواه واقعا قابل تحسین هستن، برای اینکه تنها وکیل ایرانی هستند که در چند سال گذشته یک تنه و بدون هیچ چشم داشت و دستمزدی برای میراث فرهنگی و میراث تاریخی ایران تلاش کردند، و این قدری است که من فکر میکنم باید همیشه بهش توجه بشه. خب با این صحبت ها اجازه بدید پس ابتدا با آقای دادخواه آغاز بکنیم اگر موافق باشید. سرکار خانم میرزادگی، کتاب ایشون تحت عنوان نوروز و فلسفه هفت سین، در فصل هفت سینش اشاره میشه، چنان که میدانید آداب و سنن دیرپای نوروز با تلیعه چهارشنبه سوری آغاز میشود و با شکوه و جلال سیزده به در در پهندشت گسترده بهار، بهار نو خاتمه مییابد. سیزده به در پای نهادن انسان تلاشگر است بر خاک مهربان، که دوباره کار تلاش و ساختن زندگی نو همراه با سال نو را پیریزی کند. چند خط بعد ایشون اشاره میکنند که باید هرچه از شادمانی در این ایام کم بهره جسته ایم، در این روز جبران کنیم. آقای دادخواه، بشنویم از شما در مورد بار فرهنگی سیزده بده. قبل از اینکه وارد اصل مطلب بشم، باید متاسفانه سخنم رو با یک گلایه آغاز کنم، با اونه که مثل اینکه میراثداران فرهنگ ایران زمین فراموش کردند که سنت ایرانی کدامه، ما سیزده به در رو کجا آموختیم. اینها هنگامی که کودک بودند
سیزدهمین روز فروردین رو چه نام نهادند؟ غیر از سیزده به ده ما میبینیم تلویزیون ایران، سیمای ایران میگه روز طبیعت. هر روز روز طبیعت. این اشتباه که ما مقابل سنت بایستیم و بدعت به وجود بیاریم در طول تاریخ اثبات شده که موفق نخواهد بود. اینکه شما بردارید نام چهارشنبه سوری رو عوض کنید و بگید چهارشنبه آخر سال، هیچ تغییری در واقعیت امر نمیده جز اینکه تاریخ واقعی، سنت واقعی، آنچه که مردم به آن دل بستند با آنچه که رسما اعلام میشه دو گونه خواهد بود و این یک شکاف عظیم و ژرفی رو ایجاد خواهد کرد که به هویت و تمدن و فرهنگ ما لطمه خواهد زد. اگر واقعا مسئولان دل در گروه آن دارند که هویت ایرانی حفظ بشه، باید از این گونه بدعت ها به شدت بپرهیزند. اجازه بدید ما در دبستان، در دبیرستان، در دانشگاه بیاموزیم که چهارشنبه سوری چه بوده است، سیزده به در چه بوده، و به بارهای معنای اونها بپردازیم. زیرا تمام جشن های ایرانی دارای یک صفت مشخصه و اونه که یک سروش داره، یعنی دل و جان آدمی رو مورد خطاب میده، و یک خروش داره که شادی و پای کوبی و دستفشانی رو به همراه داره. در هر صورت نوروز و سیزده به در زمره کهن‌ترین آداب و سنن ایرانیه که باید بگیم از میان درودان همچنان ادامه یافته است. اما سیزدهمین روز اصولا در تقویم کهن ایرانی روز تشتره که روز بارانه و به باور ایرانیان پیش از زرتشت اعتقاد داشتند که ایزد بانوی باران در این روز به اصطلاح بر دشت و دمن باران رو رهسپار خواهد کرد. به همین جهت در آخرین روز کاروان جشن نوروزی که با چهارشنبه سوری شروع میشه و با سیزده به در خاتمه پیدا میکنه، سبزه رو برمیدارن و راه صحرا در پیش میگیرن. از سوی دیگر میدانیم که امروز روز سیزده به در روزیه که آرش کمانگیر برخاست و در ماه تیر برای اینکه صلح ایجاد بشه و جنگ خاتمه پیدا بکنه، تیری انداخت که آن تیر توانست مرز ایران رو با توران تعیین بکنه. و به همین علت در باور زرتشتیان آرش شمانگیر نخستین شهیدی است که به جهت صلح و به جهت آرامش جان خود را در تیر نهاد. باید این نکته رو نیز اشاره بکنم که شهید اصولا معرب واژه سعید است و در فارسی هم به کار رفته، فردوسی اون رو به کار برده و منظور آن کسی است که خداوند اون رو میبینه. در فرهنگ زرتشتی و در باور همه کشته شدگان در راه آزادی و سربلندی ایران همواره مورد ستایش بودند و نخستین اینها آرش کمانگیره که به علت صلح جان خودش رو از دست داده. و چون این روز روز تیرگانه، از این جهت سیزده به در هم روز بارانه، هم روز بزرگ داشته آرشه و هم روز صحرا. به قول سعدی، بساط سبزه لگد کوب شد به پای نشاط، ز بس که عارف و عامی به رخص برجستن. آقای دادخواه، پیش از اینکه صحبت‌های خانم میرزادگی رو بشنویم، چون این سوال‌ها رو از بینندگان و شنوندگان عزیز هم خواهیم پرسید، شما امسال برای سیزده به در چه کار می‌کنید؟ من یه به اصطلاح جای کهنی هست از میراثمونه که در اوشان تهرانه، یعنی باید در این باغ رو باز کنیم که همه به رایگان بیان در اونجا به اصطلاح بساط بگذارن. وقف شادیه و عزاداری هم تو اون ممنوع. خب اجازه بدید به سراغ خانم میرزادگی بریم. خانم میرزادگی، از این سروش و خروشی که آقای دادخواه اسپردن شما چه تعبیری دارید؟ کاملا حرفایی که ایشون زدن درسته. یکی از زیبایی های جشن های ایرانی مردمی بودن، زمینی بودن، سکولار بودن، به معنای اینکه درش هیچ نوع مذهب و مرام و نژادی مهم نیست جز این که همه کنار هم باشن و
شادی کنن و این ارزش مهمیه که برای این روز هست و تنها موردی رو که ایشون همه اون چیزهایی رو گفتن به زیبایی گفتن و من میخوام یک چیزی رو بهش اضافه بکنم و اون هم در ارتباط با این گره زدن سبزه است و در مورد نحسی که بهش نسبت میدن. میخوام بگم که در روزهای ایرانی هیچ روزی نحس و بد نیست، همه روزها زیباست و شادمانی بخشه. در ارتباط و این چیزی است که از فرهنگهای بین النهرین آمده، در فرهنگ ما که مثلا در فرهنگ اسلامی 7 روز در ماه از روزهای نحس که این هم یکی از اون روزهاست، ولی برای ما روز 13 بدر روز شادمانیه. و در این حال مورد دیگه این سبز گره زدنی رو که فقط به زنها نسبت میدن، هیچ ربطی فقط به زنها نداره، این هم از فرهنگ کهن ما میاد. گویا قبل از این که حتی مسئله شکل گیری مذاهب به عنوان رسمیت به وجود بیاد و چند مذهبی وجود داشته، وقتی در ایران میخواستن زن و مردها پیوند ازدواج ببندن، هر کدوم یک شاخه ای رو که معمولا از سرو یا مرد بوده این رو به هم گره میزدن و این نشانه ازدواج این دو بوده و در واقع به معنای پیوند بوده، ولی بعدها که جلوی این مراسم گرفته شد، مردها چون ملاحظاتی داشتن ناناور خانواده بودن رعایت میکردن، ولی زنها مخفیانه می رفتن به پارک ها، به باغ ها و سبزه گره می زدن. به همین دلیل تصور اینه که این فقط زنونه است، ولی زنونه نیست، مردونه است و برای پیوند عشق و دوستی است. خب آقای دادخوا، شما هم در کتاب خودتون اشاره می کنید و این سوال رو مطرح می کنید که اما آیا به راستی عدد 13 معرف آشوب ازلی است؟ شما چه تعبیری دارید؟ هرگز اینطور نیست، چون البته در نزد بسیاری از ملل 13 نحسه، اما نهایتا در فرهنگ ما به خصوص 13 به در روز شادیه و به این علت اون رو شادی میدونن که روز به اصطلاح به وجود آمدن انسانه. چون همینطور که خانم میرزادگی هم فرمودن، میشی و میشانه که به اصطلاح از بقایای کیومرث به وجود آمدن، دو شاخه ریواس بود که این دو ریواس به هم دیگه به اصطلاح گره خوردن و به شکل انسان در آمدن که زن میشانه است و مرد به اصطلاح میشیه و به اصطلاح آدم و حوای زرتشتی هستند. و به خصوص فردوسی هم اشاره داره که بینی که در و دشت رنگین شده، نکوتر ز صورت جره چین شده. بر این به اصطلاح تاکید داره که امروز روز شادیه و اگر در نزد اقوام و ملل دیگر افاده نحسی میکنه، در نزد ایرانیان چنین امری رو افاده نمیکنه. خانم میرزادگی، از آقای دادخواه پرسیدیم که 13 بدر چه میکنن، شما چه میکنید؟ من 13 بدر همون کاری رو میکنم که هر ایرانی میکنه، یعنی اینکه میرم به باغ، به پارک، به جایی که سبز است، میدوم، شاد هستم، با بچه ها هستم، با میگیم، میخندیم و در این حال سبزه ها رو به آب میسپاریم، همون آبی که نگهبانش آناهیتاست و این رسم. اما خیلی زیباتره که مواظب باشیم که 13 بدر در واقع یکی از کهن‌ترین جشن‌هاییه که درش بزرگداشت طبیعت هم وجود داره، یعنی احترام منه. به طبیعت، احترام به پاکی، و باید مراقب بود که فضا رو آلوده نکرد، برای اینکه ما از اولین مردمان جهان هستیم که به محیط زیست اهمیت دادن. خب فصل قشنگ قصه‌مون تو سبززاره، اونجا که هر عاشقی مهمونه بهاره. شما بینندگان و شنوندگان عزیز به ما زنگ بزنید و به ما بگید که شما امسال برای 13 بدر چه میکنید، 13 بدر برای شما چه اهمیتی داره و آرزوی شما در 13 بدر امسال چیه؟
گفتگو، بحث و تبادل نظر با شما در میزگردی از صدای آمریکا. تلفن تماس 202-548-6637. ایمیل ما roundtable@voanews.com. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که برای حضور در نشست سران 20 کشور عمده اقتصادی به لندن رفته است، مورد استقبال گوردون براون نخست وزیر بریتانیا قرار گرفت. این در حالی است که تظاهرات گسترده‌ای در خیابان‌ها موجب اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در لندن شده است. تصاویر خود را جهت پخش در برنامه به ایمیل راوند تیبل @voanews.com ارسال نمایید. میزگردی با شما 13 به در. فصل بهار است، خیز تا به تماشا رویم، تکیه بر ایام نیست تا دیگر آید بهار. البته امیدواریم شما بهارهای بسیاری رو ببینید، اما تکیه بر ایام نکنید، از فرصت استفاده بکنید و در دامن طبیعت این زیبایی رو جشن بگیرید. میهمانان محترم برنامه امشب سرکار خانم شکوه میرزادگی هستند و آقای دکتر محمدعلی دادخواه. اما بینندگان و شنوندگان عزیز هم از این لحظه با ما در تماس هستند. من یک سوال کوتاه از شما بپرسم خانم میرزادگی، چون این رو در صحبت‌های مقدماتی آقای دادخواه شنیدیم که چه آرزویی برای 13 به در دارن و اون آموزش این فرهنگ در مدارس بود و آزادی این که مردم واقعا بدونن اسم رو عوض نکنن و به حقیقت این ماجرا پی ببرن، شما چه آرزویی دارید در این 13 به در؟ من آرزو دارم که سرزمین ما آرامش داشته باشه، آرزو دارم نقطه پایان باشه بر همه تخریب ها و آغازی باشه بر آبادانی. آرزو دارم که میراث فرهنگی ما، میراث تاریخی ما قدرش دونسته بشه و حکومتی داشته باشیم که دلسوز این فرهنگ زیبا و فرهنگ امروزی و فرهنگ استثنایی باشه. خب به تلفن ها پاسخ بدیم و سه سوال مشخص. شما امسال برای 13 به در چه میکنید؟ 13 به در چه اهمیتی برای شما داره؟ آرزوی شما در این 13 به در چیست؟ خیلی مختصر و فشرده بگید. ابتدا به اصفهان بریم. امین، درود بر شما، همراه با شاد باشای نوروز. از کشور آریای خودتون بپذیرید. من تبریک میگم عید نوروزا به شما، انشالله که دلتون هورایی باشه. من در روز 13 به در مثل دیگر ایرانیا به دامان طبیعت میرم، سبزه ها را گره میزنم و این آرزو را میکنم که ای کاش این سال سالی بود به اسم صلح و دوستی و محبت در بین همه. چون من فکر میکنم که الو بله صدای شما رو میشتویم، بفرمایید. من فکر میکنم که اگر امسال آقای خامنه ای سال صلح و دوستی اعلام میکرد تا بتونیم سال خوبی داشته باشیم در کنار همه هموطنامون در صلح و آرامش بدون از هر نزاع، که بتونیم در هر جا به هر طریق خشونت رو محکوم کنیم. بله سپاسگزارم. من به مهمانان عزیزمندتون هم درود میفرستم، امیدوارم که در هر جا که باشن هموطنامون دلشون خوش باشه و سالی صلح و صفا داشته باشن. انشاءالله که آرزویمون برآورده میشه. به فارس میریم. عباس در فارس، درود بر شما، همراه با شاد باشای نوروزی. شما چه میکنید در 13 بدر؟ 13 بدر امسال من به یکی از کوههای اطرافمون به اسم کوه بولست میریم. اونجا سبزه رو به آب، یه چشمه کوچکی هم داریم که اونجا سبزه رو به آب میسپاریم مثل همه ایرانی ها. آرزوم هم اینه که دیگه بیمار نشیم امسال. آرزوی سلامتی برای تمام عزیزان ایرانی، هر جا هستن خوش باشن، دلشون خوش باشه. سپاس. هر جای جهان، هر جای کره خاکی که هستن. سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. همینطور کردستان، آریا بفرمایید، درود بر شما. 13 روز شادی و خوشی، روز
یکی از روزهایی که مردم میرن به دشت و صحرا و رود خوشی را پشت سر مینهان. روزی نسی نیست. بله، سپاسگزارم. خب آقای دادخواه، چند صحبت رو شنیدید از ایران، مسئله روز شادی و خوشی، صحبت از سلامتی، صحبت از صلح. بشنویم دیدگاه شما. ببینید، شادی یکی از ارکان اصلی تمدن ما و شادی رو داده اهورایی میدانند. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. چو در دست است رودی خوش، بزن مطرب سرودی خوش، که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم. بر این مبادی در فرهنگ ایرانی همیشه شادی رو ارجمند دانستن. البته اینم هست که هنگام تولد حضرت زرتوش خندیده است و گریه نکرده، اما باور این تمدن و فرهنگ اینه که اگر شادی کم بشه، تمدن، پیشرفت و ترقی کاسته میشه. فردوسی میگه چو شادی بکاهد بکاهد روان، خرد گردد اندر میان ناتوان. مده دل به غم تا نکاهد روان، به شادی همی دار تن را جوان. بر این مبادی من آرزومند اینم که ملت ما از غم، از افسردگی، از بیماری، از هزاران بلیه‌ای که ناشی از عدم آزادی رها بشه و بتواند آزادانه تفکر و بیانات خودش رو بیان بکنه و شاد بزید. خب در وبلاگ چی فکر میکنید؟ نیلو از تهران گفته 13 به در روزی است که در آن بیشتر میتوان غربت طبیعت و عرصه گیاهی را مشاهده کرد. متاسفانه طبیعت در شهرهای زیبای شمالی ایران و بسیار از شهرهای فلات ایران به دلیل قطع درختان دچار مشکلات طبیعی و اکوسیستمی شده است، ولی با قطع درختان و نهش مردن 13 به در هیچ موقع نتوانستند که این رسم زیبای ایرانی را از بین ببرند. همه روزها روزهای خدا هستند و هیچ روزی نهش نیست. برای شاد نبودن مردم و جلوگیری از خوشحالی آنها این حربه ها جواب نمیدهد و برای همه هموطنان آرزوی شادی کردن. با سپاس از نیلو. اما به تهران سری بزنیم. یوسف در تهران، شما چه میکنید در این 13 بدن؟ سلام. بعد از سلام آقای مستقیم، بنده چون تنها هستم سبزه رو میبرم به سفارش خانومم، میندازم در رودخونه‌ای که نزدیک ما هستش. و اگر بپرسین چه آرزویی دارم، بله، آرزو دارم که در صدای آمریکا شما و آقای چالنگی یه ذره وقت بیشتر بدیم و وقت حرف موسم مفسرا زیاد نیاین. و این کلیشه شده که آقای با سفارش آقای سیروس آموزگار که گفتن آقای چالنگی با بی‌صبری شما و نادانی بنده اگر اجازه بدیم من حتی تا آخر برسیدم. من آرزوی اینو میکنم که یه ذره بیشتر به مفسران بیشتر وقتین. وقت این گزیده خبر که هر نیم ساعت اقلن 5 دقیقه 10 دقیقه وقت میگیره، این از بین برسن. بسیار سپاسگزارم. خب البته میدونید که ما اینجا همکاران و دوستان همه محیطی بسیار دوستانه و صمیمی است و البته دیدگاه شما هم قابل احترام هست. و در کرج آقای منادی، شما چه میکنید؟ مرو بره بفرمید آقای منادی. سلام عرض کردم. سلام بفرمید. خاطر نمشه مثلا میگم سیزده بدارم مثل برنامه دیگه که میگن جز خرافات که یکی بگه اینو من کجا آمده کجا آمده. اینا مردم میخوان برن به یه نحوی سیزده شونه بدر کنن و خوشی کنن و بیان خونه. بله. بعد میگن روز سیزده بدر دخترها گره ها رو به هم سبزی ها رو به هم گره میدن که زود شوهر کنن. سبزی ها رو میبینن توی آب. بله از همین طرف بفرمایید. شما خودتون چه کار میکنید؟ من با خانمم با بچه‌ام میرم سد کرج. به به. خب انشالله به شما خوش بگذره. خب خانم میرزادگی، باز هم شنیدیم چند تماس تلفنی رو غیر از آرزوهایی که برای صدای آمریکا داشتن بقیه‌اش رو بشنویم. نظر شما و همینطور نظرتون رو راجع به صحبت‌های آقای دادخواه. بله، اشاره‌ای رو یعنی گفته‌هایشون کاملا در ارتباط با شادمانی
و اهمیت اون در زندگی بسیار مهمه. یکی از دلایل مهمی که جشنهای ایرانی داره و به خصوص این جشنهای نوروزی از چهارشنبه سوری، نوروز و سیزده بدر، به دلیل همین شادمانیه و میتونه کاملا امروزی باشه. من تو یک برنامه قبلی هم گفتم اکنون دیگه همه دانشمندان و به خصوص بخشهایی از دانشگاه‌هایی که روی سلامتی فکر میکنن و بیماری پیشگیری بیماری ها به این نتیجه رسیدن که تنها چیزی که میتونه انسان رو از بیماری، از افسردگی نجات بده، شادی و شادمانیه. و امیدوارم فضای سرزمین ما آنگونه باشه که مردم به راحتی و با دل راحت بتونن شاد باشن. اما من فکر میکنم مهمترین سلاحی که بشر در مقابل بیداد و در مقابل اندوه داره شادمانیه، و این رو ما ایرانی ها به خصوص در حال حاضر بسیار بهش احتیاج داریم برای اینکه بتونیم بر بدی ها و سیاهی ها و اندوه چیره بشیم. خب به شیراز میریم، شهر راز و پر از گل. رضا درود بر شما، شما چه میکنید در سیزده بدر؟ سلام علیکم، ضمن درود بر شما و مهمانان عزیزتون میخواستم بگم که روز اول عید نوروز موازی تبریک میگم به شما. و بعد در یه جمله میگم آرزوی من اینه که در سیزده بدر مردم کلن مردم خاورمیانه دعاشون این باشه که فکر و اندیشتون به مشکل اصلیشون که اسلام معتوف بشه، و انشالله اولین فکری که به مغزشون میرسه این باشه که اسلام دشمنشونه و دشمن مشکل نه فقط مردم ایران یا عرب هست، مشکل مشترک کل خاورمیانه است. سپاس بذارم. البته دوستان عزیز خواهش میکنم نظر شخصی خودتون رو بگید ضمن احترام به عقاید دیگران، اما اجازه بدید همین سوال رو در یک دقیقه فرصت اگر باشه آقای دادخواه، بعد از گزیده خبر بیشتر صحبت خواهیم کرد. آیا این مسائل با دیانت یا با اسلام اختلافی داره؟ برای اینکه در کتاب شما خیلی روایات مختلفی هست که جنبه های و بُعد های مذهبی اون رو برمی شماره. ببینید نوروز شاه ستون آداب و سنن ایرانیه و همواره فرهنگی بوده مسلط. ما میبینیم که مثلا متوکل که درخت کاشمر رو برید بعدن کشتندش، پسرشونو کشت و آداب ایرانی آزاد شد. بسته به اینه که ما از کدام پنجره بر این موارد نگاه بکنیم. بله. به نظر من در یک روش معتدل و دموکراتیک میشه به راحتی اینها رو در کنار هم نهاد، همینطور که در قرون متمادی بوده کسانی که دارای تعصب، تنگ نظری و کوته بینی هستن اینها رو در مقابل هم قرار میدن. فرهنگ ایرانی چنان بالنده است که میتونه بر همه اینها راهبر و مایه‌ور باشه، و اگر کسی با اینها به اصطلاح درگیری داره باید در نگرش خودش تجدید نظر کنه. بله. به قول گویندگان ما، شادان دل و شنگول سر سفره نشینیم، با مهر و صفا از رخ هم بوسه بچینیم. با مهر و صفا از رخ هم بوسه بچینیم. بینندگان و شنوندگان عزیز، تا لحظاتی دیگر به گزیده خبرهای این ساعت از صدای آمریکا توجه کنید و بعد سیزده بدر برنامه امشب رو در شب سیزده بدر با ما دنبال کنید. گزارش ها حاکی است که اختلاف های گسترده میان جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر مسائل مختلف از جمله برنامه هسته‌ای ایران کماکان به قوت خود باقی است. پرزیدنت اوباما و همتای روس وی در زمینه از سرگیری گفتگوها در مورد کاهش سلاح‌های هسته‌ای دوربرد به توافق رسیدند. پرزیدنت اوباما دعوت مقام‌های چین را برای بازدید از آن کشور در نیمه دوم سال جاری پذیرفت.
رهبران آمریکا و بریتانیا بر اهمیت تلاش‌های مشترک به منظور حل بحران اقتصادی در جهان تاکید کردند. تظاهرات گسترده‌ای در لندن در اعتراض به برگزاری نشست سران 20 کشور صنعتی و در حال توسعه جهان برگزار شد. میشل اوباما بانوی اول آمریکا از یک مرکز درمان سرطان در لندن بازدید کرد. 12 جدایی خواه مسلمان و یک سرباز فیلیپینی در درگیری ها در جنوب فیلیپین کشته شدند. از شما دعوت میکنم به دنباله برنامه ها توجه کنید. گروه پژوهشی به پیشرفت‌هایی در زمینه درمان بیماری دیابت نوع اول دست یافته است. این درمان با استفاده از هورمون انسولین تولید شده توسط سلول‌های برگرفته از بند ناف انجام می‌شود. دیدارهای دور مقدماتی فوتبال جام جهانی در قاره آسیا امشب با پیروزی تیم‌های استرالیا، کره جنوبی و بحرین دنبال شد. بدر است. خورشید عشق ما تو آسمون میتابه، دیر سفید آقابتش چشمه آبه، خست قشنگ یه قسمو تو سبز زاره، اونجا که هر عاشقی مهمونه بهاره. خب خورشید عشق ما تو آسمون میتابه 13 به در فرداست و میهمانان محترم برنامه امشب سرکار خانم شکوه میرزادگی و آقای محمد علی دادخواه هستند و البته شما عزیزان که به ما خواهید گفت فردا 13 به در رو چگونه خواهید گذروند و در این 13 به در چه آرزویی دارید و 13 به در برای شما چه اهمیتی داره. با موافقت میهمانان محترم برنامه تلفن‌های بسیاری رو جواب بدیم و بعد بحث رو ادامه بدیم. رضا در مشهد، درود بر شما، بفرمایید. شما 13 به در رو چگونه سپری خواهی کرد؟ علیکم. الو، بفرمایید قربان. سلام علیکم. سلام قربان، شبتون بخیر، خسته نباشید. متشکرم از لطفتون، از این برنامه های خوب،
اهمیت دادن به مراسم و سنت‌های ایران و ایرانی، هرچند شما دور از وطن هستید ولی از ماها بیشتر به مراسم و سنت‌های ما اهمیت میدید، ممنون و سپاسگزارم. به پاس برگزاری سنت‌های دینی ایران و ایرانی و کشیدن پرده سیاه بر چشمان بدخواهان سنن ایرانی، فردا همچون سالهای گذشته به دشت و صحرا جهت برگزاری مراسم سیزده به در خواهیم رفت تا چشم بدخواهان و دشمنان و معاندین سیزده و سیزده به در و چهارشنبه سوری سیاه‌تر بشه. سپاسگزارم رضا عزیز. با امید با آرزوی سلامتی و تشکر از شما و برنامه‌های خوبتون خیلی ممنون و سپاسگزارم. سپاسگزارم. برنامه‌ها برای شما تهیه میشه و خوشحالیم که مورد توجهتون هست. اما اشاره کرد رضا در مشهد به برگزاری 13 به در در خارج، بد نیست دو تلفن، یکی از انگلستان و یکی از آلمان پاسخ بدیم. آرش در انگلستان، بفرمایید. درود بر شما. الو. بفرمایید. درود بر شما، شاد باش میگم نوروز باستانی رو به تمام ایرانی زبانها در جای جای دنیا. با این 7 میلیونی که خارج از کشور، بزرگترین اکسودسی که به وجود اومده، بی‌نهایت باید سپاسگزاری کرد که این فرهنگ دیرینه ایرانی رو زنده نگه داشتن. متاسفانه در سرزمین ما زیر قول بیگانگان قرار گرفتیم، نمیتونیم. جناب مستقیم، من میخواستم ازتون استدعا بکنم، در مسیر زمانه فرصتی نیست که من بگم، بخواهین از این وطن پرستا بیان بیشتر در این صحنه های سیاسی. حالا که امروز بس به هر حال بحث طبیعت و زیبایی و شادیست، فردا سبزم و در تمز لندن میندازم، گره میزنم که آرزوی آزادی برای ایران بشه، هرچی زودتر هرچی بهتر. سپاسگزارم. خب به آلمان هم سری بزنیم. جلال در آلمان، درود بر شما. خواهش میکنم که صدای تلفن رو تلویزیون رو کم کنید، از تلفن استفاده کنید. بفرمایید جلال عزیز، بفرمایید. خواهش. سلام علیکم، شبتون بخیر. با سلام به سرکار خانم میرزادگی و جناب آقای دکتر دادخواه، من فقط یک مورد رو که البته آقای دکتر دادخواه و همچنین سرکار خانم به نحو به بهترین شکل ممکن در این رابطه سخن گفتن و چیزی من ندارم اضافه کنم، فقط یک مطلب رو من یادآوری میکنم و اون این که آقای دکتر دادخواه لطفاً توضیح بدن که ما چگونه باید برخورد کنیم با این بدعت‌گذاران و یاوه‌گویان و این که چگونه مبارزه کنیم که به اصطلاح همه چی به نفع ملت ایران و فرهنگ ایران به پایان برسه. بله، سپاسگزارم. خیلی متشکرم از برنامه شما، برنامه‌گذار شما و سپاسگزارم. ما هم از شما سپاسگزاریم. خب اجازه بدید که نگاه کوتاهی هم بیاندازیم و بعد از میهمان برنامه به وبلاگ چی فکر میکنید و بعد از میهمانان برنامه در مورد این مسائل سوال رو بپرسیم. رستم و فرخزاد در چی فکر میکنین؟ اشاره کرده که با توجه به ساخت و ساز و بساز بفروشی که تا دل کوههای تهران پیش رفته، جایی برای سیزده به در رفتن باقی نمونده. تمام حاشیه اطراف جاجرود به گفته رستم یا دیگر نقاط تفریحی همه خصوصی سازی و فروخته شده. اگر شما جای مناسبی برای سیزده به در رفتن میشناسید به ما هم معرفی بکنید. و آروین از تبریز گفته نوروز و سیزده به در و شاد باش میگم. من سبزه رو گره میزنم، ماهی های تنگ هفت‌سین من را در رودخانه ویژه این کار میاندازم، به دشت و دمن با خانواده میرویم، سفره ای پهن میکنیم و دور هم با فامیل غذا میخوریم، چون شادی فرهنگ ماست. آرزوی شادی برای همه ایران و ایرانیان و جهانیان دارم. آرزوی پاسداشت همه جشن های ایرانی از نوروز تا مهرگان تا چهارشنبه سوری را دارم و بسیار دیگر. و در ایمیلی کسرانی اشاره کرده 13 به در یعنی 13 به در و دشت رفتن و پایکوبی کردن و شاد بودن. لازم به ذکر است من 13 به در رو در پارک دانشجو میگذرونم و آرزو دارم سال پیش رو سال عشق ورزیدن و انسانیت باشه. و در عین حال دوست دیگری حسین از مشهد نوشته در این سرزمین تعداد بسیاری از جوانان متخصص در این ایام نوروز در سایت ها و کارگاه های مملکت در حال کار برای ساختن ایران بهتر هستند و طبیعتاً در کنار خانواده و عزیزانشان نیستند. از تمام هموطنان میخواهم که جای آنها را در کنار خود
خالی کنند. نمیدانم این قشر که بار ساختن ایران به دوش آنهاست چه زمان رسمیت می‌یابند. خب با این صحبت‌ها اجازه بدید صحبت‌های میهمانان برنامه رو بشنویم. خانم میرزادگی، شنیدید اظهار نظرهای مختلف بود. همه دلشون میخواد که این کار ادامه داشته باشه، یعنی فرهنگ ما بمونه. من میخوام مدعی بشم که این فرهنگ هرگز از بین نمیره. در بدترین شرایطی که در قرنهای گذشته بوده، جزء فرهنگ ما سینه به سینه به اکنون رسیده و هیچ قدرتی نتونسته اون رو از بین ببره، برای اینکه بودن، زیستن و اون چیزی که لازمه یک داشتن یک انسانه در این جشنها وجود داره، یعنی امروزی کاملا و در هر زمانی امروزی. و من فکر میکنم که تنها کاری که ما میتونیم بکنیم در واقع گسترش اینها با گفتن، با خوندن در مورد این چیزها، با آگاه شدن و به بچه هامون آگاهی رسوندن. در سرزمین ما متاسفانه نه در آموزش و پرورش، نه در رادیو و تلویزیون هیچ در مورد این مسائل صحبت نمیشه. ما میبینیم که آیت اللهی که امام جمعه هستن در مشهد میگن حتی عید دیدنی بده، و در حالی که میگن فساد میاره، در حالی که ما میبینیم که مثلا در روزهای سوگواری که مردها میان بیرون و تا نیمه بدنشون عریان میکنن و همه زنها همونجا وایستدن، هیچ مسئله بدی وجود نداره، هیچ کس به هیچ کس حمله یا تجاوز نمیکنه. اما چرا دید و بازدید نوروزی یا رفتن به سیزه بدر که همه خانواده ها دور هم هستن، این میتونه گمراه کننده باشه؟ کاری که ما میتونیم بکنیم به عنوان مشتاقان فرهنگ زیبای ایرانی اینه که مرتب در هر شرایطی، اگر که نزدیک خونتونم کوه نیست دیگه، میتونین برین به نزدیکترین پارک و حضور پیدا کنید، با حضورتون این جشنها رو دائمی بکنید. بنیاد میراث پاسارگاد امسال در صدد که سیزده بدر رو به عنوان اولین و کهن‌ترین جشنی که احترام به محیط زیست در اون هست به سازمانهای محیط زیست معرفی کنه و به ثبت برسونه. شما هم همکاری کنین در این راه با ما. خب در چی فکر میکنید هم میتونید نظراتتون رو بگید. ما حدود 2 دقیقه فرصت داریم تا یک تنفس کوتاه. آقای دادخواه، در کتاب شما خوندنش بسیار شیرینه، در همین سطر اول و صفحه های اول وقتی از 7 سین نام میبرید و رمز و راز سنجد و سیب و سبزه و سمنه و سیر و سرکه و سماق رو میگید، جملات زیبایی در مقابل اونها قرار دادید. ورود به سرزمین خرد، راهیابی به شهر سلامتی، رسیدن به ساحل ایثار، دستیابی به خانه توانایی، اقامت در حصار حقوق، دروازه رضا و پذیرش، چکاد صبر و امید. بشنویم از شما در این مورد. ببینید، اولا که تمام جشن‌های ایرانی با همه جشن‌های جهان متفاوته، به علت اینکه همه جشن‌های جهان یا یک باور اون رو به وجود آورده یا یک قدرت، در صورت که جشن‌های ایرانی نه متکی به قدرت نه پیوندی به باور داره، بلکه در نهانخانه دل آدمی جا می‌گیره. به همین علت سفره هفت سین، اینهایی که شما از فهرست کتاب خوندید، یک فرهنگ رو افاده میکنه. نخستین سینی که در سفره هفت سین قرار میگیره سنجده. سنجد سمبل سنجید اقدام کردنه. توضیحات اینها رو من دادم. به همین علت چون خداوند اولین چیزی که خلق کرده عقل بوده و هنگامی هم که میخواسته انسان رو بیافرینه از همه مثلا فرشتگان پرسیده چه چیز انسان رو اول بیافرینم، اونها هر کدوم یه چیزی گفتن، اما بالاخره عقل رو آفریده. به همین علت فردوسی هم میگه نخست آفرینش خرد را شناس، دو دیگر دو گوش و دو چشم و سپا. بر این مبادی سنجد راز ورود به سرزمین خرده. سیب سمبل سلامتیه. در کتاب فرخنامه مفصلا توضیح داده که ایرانیان قبل از اینکه انگلیس ها بگن
انپل دی کیپس داکتر وی اعتقاد داشتن که سیب میوه سلامتیه، سمنو مفهوم سبز مفهوم ایثاره، به همین علت زرتشت بارها مردم رو دعوت کرده که مانند درخت باشید، ایثار از خودگذشتگی از درخت آموز که سایه از سر هیزم شکن بر نمی دارد. یا حافظ میگه کم مباش از درخت سایه فکن، هر که سنگت زند ثمر بخشش. سمنو اشاره دستیابی به قدرته، چون نهایتا انسان و جامعه باید قوی باشه، برو قوی شو اگر عزت جهان طلبی، که در نظام طبیعت ضعیف پایمال است. و بالاخره سیر که بالاترین پند آموزی رو، شما هنگامی که میخواهید با یکی شریک باشید میگید آیا آدم چشم و دل سیری؟ شما سعی میکنید انسانهایی رو انتخاب کنید که بر قانون و بر حدود صقور خودشون متکی باشن و حکومتهایی با مردم تعامل دارن که حدود خودشون رو میدونن. و بالاخره سرکه پذیرش ناملایمات و سماق نمودی و مظهر صبره. صد هزاران کیمیا حق آفرید، کیمیایی همچو صبر آدم ندید. اینها اشارهایی که خیلی سپاسگزارم از این اشاره گذرا. بینندگان و شنوندگان عزیز با ما همراه باشید تا لحظاتی دیگر. به عنوان شوخی اول آوریل، صدها نفر از ساکنان شهر ملبورن در استرالیا در اول صبح با اتومبیل‌هایشان که پلاستیک پیچی شده بود مواجه شدند. جهان شما، صدای شما، صدای آمریکا. بس که عارف و عامی به رقص برجستند، بساط سبز لگد کوب شد به پای نشاط. شریک از سعدی آقای دادخواه در ابتدای برنامه از اون نام بردن. اما ببینیم شما برای این پای کوبی و دست افشانی چه میکنید. سونیا در تهران، درود بر شما. با عرض سلام خدمت شما و عرض شاد باش سال جدید خدمت شما و میهمانان محترم برنامه، من ابتدا آرزوی سلامتی و سعادت و صلح و دوستی برای همه ایرانیان و جهانیان دارم و بعد هم آرزو دارم که آقای دکتر دادخواه که وکیل هستن، ایشون لطف بکنن و وکالت بنده را که یک مدرس سابق دانشگاه هستم و چند سال بیکار شدم و از کلیه حقوق انسانی خودم و فرزندانم محروم شدیم و چندین سال در خانه ما شادی و سیزده و نوروز وجود نداره، این شادی را به خانواده ما بازگردونن با پذیرفتن وکالت بنده و اینکه من شماره تلفنم و پشت خط خدمت ایشون میدم. لطف کنین ایشون با ما همکاری کنن و ما را از چنگال این مافیاها و گرگای آدم نما که چند سال واقعا زندگی ما را تباه کردن ما را نجات بدن و این وکالت را لطف بکنن و ما قبول بکنن و ما را نجات بدن. متاسفم از این فرصتی که برای شما هست. شادی رو به خونه ما بازگردونن. خیلی متشکرم. متاسفیم که در تلفن منو لطف کنید. خواهش میکنم از این فرصت. در وبلاگ چی فکر میکنید؟ تفسیر خبر .blogspot.com آدرس کانون مدافعان حقوق بشر هست و آقای دادخواه هم میتونن پاسخی بدن به شما. اما ابتدا اجازه بدید که بریم به سراغ چند تلفن دیگه. جی روف به ایشون اعلام بکنید من وکالتشون رو میگیرم. آقا پسر به هر حال بسیار اعلامشون اعلام بکنید. بسیار عالی. آقای دادخواه هم که اعلام کردن که وکالت شما رو میپذیرن.
در جای رفت آزاد منش. شما چه میکنید در این 13 بدر؟ سلام عرض میکنم. سلام بر شما، بفرمایید. تمام بینندگان و شنوندگان و کسانی که در ایران هستن و کسانی که در غربت هستن، از صمیم قلب خدمتشون تبریک عرض میکنم و ایثار نور را بهشون سرشار از شادی شادکامی از خداوند منان درخواست دارم. شما در جیروف چه میکنید برای 13 بدر؟ من در جیروف در 13 بدر هر سال بیرون میروم و من طبیعت را اونقدر دوست دارم، اونقدر دوست دارم، چون طبیعت این موقعی هست که این جهان ساکنان این عالم جامعه نو برتن میکنن، اهم از ایوان، درخت، گیاه همگی. ما همراه با آنها شادیم. خب ان شاء الله همیشه شاد. مولوی خدمتتون عرض می‌کنم. می‌فرماید جسم جان ما شده از باده اسرار مست، دل فتاده مست لایل عقل بر دلدار مست، ابر مستی میکند اندر زمان نوبهار، باغ مست و راغ مست و غنچه مست و خار مست، بلبلان بینوا خوشنوا بینی بسی اندر چمن، سب خوش رفتار بینی بر سر کهسار مست. این خلایق ها که بینی هر یکی در حیرتی، از برای یکدیگر افتادن در کام و مست. این خموش کن گر تو هوشیاری ز مستی دم مزن، ور تو مستی میکنی رو بر سر بازار مست. بسیار سپاسگزارم. خب به تهران میریم و آقای بیات از شما بشنویم. سپاسگزارم از شما. از شما بشنویم 13 بدر رو چه میکنیم. دیگر مهمونتی دیگر عرضم به خدمت شما، ما روز 13 چون منزلم رو برو جنگل لویزانه، به جنگل لویزان میریم. به جنگل لویزان، بله قربان. و دیگر این که من شما رو شناسم هم 13 است. وقت دیگه نست در اگر نرم نست در نست میشه. این خاطر مجبورم هر سال بیرون برم و 65 سال الحمدلله خدا هم گرفتم و مرتب بیرون میرم و مشادی خودمون رو. خب انشاءالله که این شادی همیشه پایدار باشه. شاید بد نباشه یادی از شهریار بکنیم که گفت من خودم 13 هم که از همه آدم بدرم. خب حدود 8 دقیقه به پایان برنامه هست، اجازه بدید ابتدا با آقای دادخواه آغاز بکنیم. آقای دادخواه بشنویم از شما در مورد صحبت هایی که بینندگان و شنوندگان عزیز کردن. در مورد اون خانم که وکالتشون گفتن افتخاراً میپذیرم و مراجعه کنن چشم. اما در مورد اینکه چگونه ما این سنن مایه‌ور رو همچنان پایدار نگه داریم، این سنن خودش مدافع خودشه. کسانی که با این در می آویزن اشتباه میکنن. ما هنگامی رو داشتیم که برای نوروز باج و خراج قرار داده بودن، هنگامی رو داشتیم که نوروز رو منع و ممنوع اعلام کرده بودن. با این حال نوروز همچنان هست و مخالفان آن روسیاه تاریخن. اما رسالت ما هم نباید فراموش بشه. ما باید برای اینکه ایرانی بمانیم، آن هم فرهنگی که دیگران رو میپذیره و با مهر و عطوفت با دیگران رفتار میکنه، این رو سرمشق خودمون قرار بدیم و بتوانیم این فرهنگ تعامل، تسامح و پذیرش رو ترویج بدیم و حتما هم کامیاب خواهیم بود. آقای دادخواه، شما باز هم در کتابتون، من به اون اشاره میکنم، اشاره به بهار و اعتدال میکنید و حرکت به سوی اعتدال، در این خصوص هم بفرمایید. بله، اصولا میدونی که بهترین زمان رو زمان اعتدال میدونه. به صورت فرهنگ ایرانی میگه شب و روز باشد بر یک قرار. به همین علت بهار ایده و آرزو انسانی بوده که همیشه مانند بهار باشه. اما بهار دارای اعتداله و اعتدال یعنی عدالت. یعنی فرهنگ ایرانی فرهنگی که عدالت رو بر روی اون پای میفشاره. حتی شما در نوروز یک روز رو دارید به نام روز دادخواهی، چون روز اول فروردین به نام روز اورمزده و در این روز باید حاکمان بر زمین نشینند و هر کس بر آنها ادعایی دارد در نزد آنها شود و بدون هیچ حاجب حاجت خود بازگوید. بر این مبادی عدالت جز آرزوهای فرهنگ جهانگرایانه ایرانی است که باعث اون شده جلب و جذب فرهنگ‌های دیگر رو بکنه و رابطه متقابل و اثرگذاری و تاثیرپذیری رو با دیگر ملیت‌ها و قومیت‌ها داشته باشه. فرصتمون محدود است، اجازه بدید دو تلفن رو پاسخ بدیم و نظر خانم میرزادگی رو بشنویم. علی در تهران، درود بر شما، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشین. مرسی. شما 13 بدر رو چگونه خواهید گذروند؟ من برای 13 بدر یه متن نوشتم، میخوام براتون بخونم. اگر کمتر از 30 ثانیه باشه ممنون میشم، بفهمید. انشالله که هست.
روز 13 بدر ایرانیان روز قدردانی این عاشقان حیات بهشت ماده محدود مهات از آفریدگارشان هست. روزی است که این انسانهای قدرشناس هدیه آفریدگار به خود که همان حیات مادی و طبیعت است را در محضر او با عشق گرامی می دارند و زلالی عشق خود به آفریدگار هستی را نه تنها با احساس که با عمل خود نشان می دهند و با این رفتار خالص بهشتی آفریدگار هستی عاشق خود را بیش از پیش خوشنود می گردانند. با خوشبودی افزونتر او سعادتمندتر زندگی می کنند. سپاسگزارم دوست عزیز از این متن زیبا. به گیلان می ریم. رضا در گیلان بفرمایید. سلام به شما و مهمانان عزیز شما. سلام بر شما، بفرمایید. من چنین خانم میرزادگی و غیبت بفرمایید. شما چگونه خواهید گذرون 13 به در رو؟ فرصت محدود هست. 13 به در هم مستقیم با خانواده و با نواه و فرزنده میریم به کنار دریا و کوه و دشت و بحبه. و بچه ها رو اینجوری خب انشاءالله به شما خوش بگذره. حدود 2 دقیقه فرصت از خانم میرزادگی، بشنویم از شما پایان این سخن رو و در واقع آغاز 13 به در که فردا خواهد. خواهش میکنم. من اول از همه از این 2 دقیقه پیشنهاد میکنم که هر کسی به فرهنگ ایران علاقه داره، همطور که گفتم چون آموزش در سرزمین ما الان دولتی نیست، آموزش فرهنگ ما، برن دنبال کتاب‌های مثل کتابی که آقای دکتر دادخواه نوشتن و بخونن، برای بچه‌هاشون بخونن. ما نیاز داریم که خودمون رو بازسازی بکنیم در ارتباط با فرهنگمون و باید اطلاعاتمون رو به بچه‌هامون بدیم، به نوه‌هامون بدیم، چون اینها چیزهایی است که میتونه این فرهنگ رو نگه داره. پس از اون میخوام بگم فردا در هر کجایی که هستی، در هر کجای دنیا که هستین، از خانه‌ها برید بیرون، به خصوص در ایران از خانه‌ها بریم بیرون، به طبیعت پناه ببرید و 13 به در رو خوش بگذرونید، بخندید، شاد باشید. و من که متاسفانه شعر بلد نیستم، خب شما شاید اونو واگذار بکنیم به آقای دادخواه در همین 1 دقیقه پایانی نوروز و فلسفه 7 سین رو برای ما گفتن. آقای دادخواه حدود 30 ثانیه شعر زیبایی از شما بشنویم پایان بخش این برنامه. توی شبهای بهار روشن و بارانی، عمو نوروز اومده پیش هر ایرانی، گوشه باغچه عمر پیشواز نوروز، گل خنده بنشان ریشه غم برفوز. به به، بسیار سپاسگزارم آقای دکتر محمدعلی دادخواه از حضور شما در برنامه امشب. در لابلای دغدغه کاری و فعالیت‌های حقوقی زیبا بود، برای ما دلچسب بود دیدن شنیدن شما با پرداختن به موضوع بهار و طبیعت و فرهنگ. و همینطور از شما سرکار خانم میرزادگی بسیار سپاسگزارم. شما بینندگان شرمندگان عزیز هم میتونید با roundtable@voanews.com تماس بگیرید و بگید چه موضوعاتی رو برای میزگرد پیشنهاد میکنید. تا فردای بهتر و میزگردی دیگر و در طبیعتی که عاشقا میهمان بهار هستند، بدرود.